با سلام و درود دوستان گراغت، امید که همه شما خوب و خوش باشین. با سومین کلیپ از صنف مدیریت تغذی در نوزادان و نوجوانان خوش آمدید. ما در بحث‌های قبلی تعاریف داشتیم و همچنین و مواد مغذی بس کردیم. مواد مغذی کدام ها هستند از لحاظ ترکیبات بس کردیم و همچنین یک تعریف کوتاهی داشتیم از سوی تغذی. ما گفتیم حالت تغذی نامتوازن سوی تغذی گویند، حالتی که ما افراد یا تفرید داشته باشیم از حد نارمل، زمانی که زیاد استفاده بشه بازم سوی تغذی گفته میشه و زمانی که از حد نرمال مواد مغذی، مواد غذایی کمتر باشه بازم سوی تغذی گفته میشه. و قبلا هم گفتیم که در بعضی منابع وقتی که ما مطالعه میکنین انواع سوی تغذی به دو بخش تقسیم میکنن، به خصوص کتابای بخش نرسینگ و همچنین بعض قابلگی. پس اگر شما در بخش امتحان بدین به اسم نرس تغذی، اگر چهار بخش نبود میتونین دو گزینه هم کس انتخاب کنین دو بخش. ما اسباب را بس کردیم، اسباب سوی تغذی را بس کردیم، پیامدها را بس کردیم. اینو بعض آمارهایی هست که در بعضی مؤسسات ترنینگ ها برگزار شده بوده و ما خواستیم که اونا در سالد خودشته باشین. و این هم زنجیر هست که این هم بس کردیم همراه شما، اینو با هم ارتباط داره که چه قسم سوی تغذی به وجود میایه، کدام فاکتورها با هم وصل هستن، ارتباط دارم، این هم بس کردیم. ارتباط مریضی با سوی تغذی ارتباط مستقیم داره که این هم خود شما بس کردیم. بین دوستا ساره انواع سوی تغذی خود شما بس میکنیم، چند موضوع یادآور بشم به شما. یکی پروتون انرژی مال نوتریشن هست که به نام PEM یاد میکنن. تقسیم بندی ها متفاوته، در چندین تا از NGO مؤسسات درباره تغذی زیاد کار میکنن و همچنین خود ساعتامه در تغذی زیاد کار میکنه. خب یکی از تقسیمات انواع سوی تغذی سه بخش تقسیم میکنم: سوی تغذی PEM یا پروتین انرژی مال نوتریشن، سوی تغذی مزمن و سوی تغذی کم وزنی یا وایت لاس. و یکی دیگه تقسیم بندی باز انواع سوی تغذی PEM به کواشکور، مرسموس و مرسموس کواشکور بس میکنن که میتونی شما جزئیات در خود متون همین لحظه مشاهده کنید و بخونید. و دیگه موضوعی که میمونه، ما چیزی که ما کتابای مختلفه یک مرور کلی داشتیم و بهترین تقسیم بندی از نظر ما همینه. این نظر به چندین منابع ما اینا بررسی کردیم و بهتره که به صورت کل بگیم سوی تغذی به چهار بخش تقسیم میشه: یک حالت حاد یا اکیوت، کرونیک یا مزمن، کاهش وزن و همچنین فقدان مایکرونوتریئنت ها. و پیشنهاد میکنیم اگر شما در کدام سوال به شکل تشریحی به خصوص انواع سوی تغذی خواسته بود، شما و همین منوال تقسیم بندی کنیم، بهترین جواب خواهی بود. دوستان گرانقدر به صورت کل چهار بخش تقسیم میکنین: حالت اکیوت یا حاد، مزمن و همچنین سوی تغذی خود، سوی تغذی کاهش وزن و همچنین کمبود مایکرونوتریئنت ها. با سوی تغذی حاد دو بخش تقسیم میشه: یکی حالت سم هست، حالت مم هست. حالت سم حتمی و حدمی باید شما یاد داشته باشین. سم مخفف سیویر اکیوت مالنوتریشن هست که البته پاپوزیش اینجا اشتباه شده، سیویر نیست، سیویر هست، سیویر معنی شدید معنی میده. سیویر اکیوت مالنوتریشن یا حالت شدید حاد سوی تغذی و همچنین مدرد اکیوت مالنوتریشن، به اصطلاح مخفف مم گفته میشه. پس سم و مم اصطلاحاتی است که اگه شخص در بخشای سوی تغذی میخواد کار بکنه 100% باید یاد داشته باشه و اینا کامل بفهمه. و بعد انواع سوی تغذی سم به سه بخش تقسیم میکنن: حالت کواشکور، مرسموس و کواشکور مرسموس. این حالت خود انواع سوی تغذیه که اگه بخواییم تفاوت سوی تغذی مرسموس کواشکور اینو با هم بس کنیم، مرسموس لاغر هست، استخوان‌ها بیرون شده، به اصطلاح
به خصوص قسمت کلاوکولا استرموم اینا دیده میشه، یعنی زیای شدید عضلی داره، استقان ترقوه کتف و استقان قبرقه ها برجسته. و یک سواله که در یک از مؤسسات آمده بود، در کدام یک از سویت غذی شخص تحریک پذیر و هوشیار هست؟ برسموس کواشکور، که جواب درست همون برسموس بوده، اما در کواشکور شخص حالت هوشیاری کامل نداره. و یه خصوصیت دیگه که در تصویر شما میبینین، گفته لاغر، موهای نرم داره، زیای شدید عضلی دارن و شما در تصویر هم کسته میبینین. یه حالتیه که مرسموس هست. خود مرسموس از یک نوعی از حالت سویت غذی سم هست و که از کمبود پروتین و انرژی به وجود میایه. و میاییم قسمت بعدی، خود کواشکور هست. کواشکور چه قسم مریضی هست؟ اینا پوندیده هستن و ظاهرن شاید پنهان بشه. امی پوندیدگی از اینا ممکنه باعث پنهانی سویت غذی بشه. قسمت دستها، پاها، شکم ممکنه پوندیده یا ورم کرده باشه. از لحاظ تست اشتیا اگه بخوایم انجام بدیم، اینا اشتیا از اینا خرابه و همچنین کم خون نیز هستن، بدخلق و حالت روحی روانی خوبی ندارن و جلد از اینا تفلسیه و موهای رنگ کم رنگ و شکرنده. اینا از جمله خصوصیاتی هستن که شما در تصویر میبینین. خود کواشکور هست، سویت غذی کواشکور. و همچنین یک حالت دیگه هست، ترکیب شده از خود سویت غذی مرسموس کواشکور. این حالتیه که شخص همزمان هم پوندیده و هم استقان کتف و استقان ترقوه از او بیرون هست و اینا خصوصیاتی که در هر دو اشخاص، در اشخاص مرسموس کواشکور در تصویر میبینیم. چون ما خواستیم نکات کلیدی به شما بیان بکنین و خوبه که متن از اینا ساده هست، خود شما اینا یک مرور داشته باشین. کواشکور مرسموس باید حدمی و حدمی بشناسیم، هم بخاطر معلومات و هم بخواییم که جای کار بکنین. و کواشکور مرسموس یک هر تو با هم میکس به اصطلاح، هم پوندیده و هم فرورفتگی یا لاغری استقانا از بیرون شده هست. یه حالت میگیم که کواشکور مرسموس گفته میشه که از علت هم کمبود پروتین هست در بدن از اینا و هم کمبود انرژی. دوست داریم بخواییم یک بار مرور کنین. مرسموس حالتی بود زیای عضلی و استقانای معمولی لاغر شدید، ظاهرن به کاملا مشخص هست که شخص نرمال نیه. یکم چی میار داریم که ما بگیم سم و چی میار داریم که بگیم مم و یا بگیم که سویت غذی شدید و کواشکور؟ اینا میریم به باعث بعدی، با استفاده از موگ، با استفاده از BMI و همچنین از دیگه میارهایی که هسته میتونیم ما معلوم کنیم که در باعث بعدی بحث خواهیم کرد. بعد شما فعلا بشناسیم که سویت غذی سم داشتیم، من داشتیم سم سه وقت شخصی میشد، کواشکور بود. کواشکور یالتی بود که شخص پوندیده هست، مرسموس کاملا لاغر و استقانای از او دیده میشه. و اما مرسموس کواشکور یالتی که شکم و دسته ها و پا اینا ورم داره، اما استقانای کتف اینا بیرون هست، یعنی ترکیب شده از مرسموس کواشکور هست. و بحث بعدی سویت غذی مزمن هست. یکی از سویت غذی مزمن قد کوتاهی هست که تنها راهی که میتونیم ما برطرف سازیم در کودکی هست. سویت غذی مزمن بازم با استفاده از جدول زد اسکور، با استفاده از موک و همسان از اون روش های مختلف هست میشه که ما تشخیص بدین. و یکی از عوارض خاصی که سویت غذی مزمن یا کرونیک میتونه داشته باشه، حالت قد کوتاهی هست در اطفال. و سویت غذی ناشی از مایکرونوتریئنت ها هست که میتونه کمبود آهن باشه، کمبود ویتامین ا باشه و یا امثال از اون کمبود آیودین باشه. یعنی مینرال ها، ویتامین ها نیز میتونن باعث سویت غذی باشن که این سویت غذی برام سویت غذی کمبود ناشی از مایکرونوتریئنت ها یاد میکنین. مثلا به شما اینجا گفته گواتر یا مرض جاغور و همچنین تشوشات دماغی و یه امثال از اینا یا غمندگی ذهنی میتونه یک از انواع سویت غذی کمبود مینرال ها، ویتامین ها باشه و یه هم یک نوع
آفاتی که میتونه در اشخاصی که کم خونی دارن به وجود بیایه به شما مثال اینجا که آوردین. یعنی گویتر یکم هست کریتنیزم، حالتیه که یک تأخیر عقلی وجود داره و چیلی از اونا متشکل محتوب مانند هست و کاملا هویتایه و یک نوع میتونه سوی تغذیه بگیم که کمبود از آیودین و مداخله در منرال ها اینا هست که به وجود میاد. دوستان یکی از موضوعاتی که خیلی خیلی بازم مهمه و شما باید بفهمیم بازم برمیگرده به موک. موک یک نواری است، شما در تصویر میبینید یک نواریه که اندازه گیری میشه محیط وسط دور بازو. اگر بخوایم ما خود موک، موک خود اصطلاح هست، اسم مخفف هست، mid upper arm circumference مخفف خود موک هست که اینو کامل بفهمین و بشناسین. دارای 3 تا رنگ هست، رنگ سرخ به معنی سوی تغذیه شدید، رنگ زرد رت مم یا در معرض سوی تغذیه، و رنگ سبز هم که رنگیه که به معنی تغذیه نرمال یا شخص نرماله. چه قسمی استفاده میشه؟ خیلی ساده هست. شخص ببین تصویر، اول تصویر هست، اولین کاری که میکنین محیط اول همی خود استخوان آرم یا بازو یا هموراس ما مشخص میکنین، یعنی از قسمت شانه تا آرنج همین قسمت استخوان مشخص میکنین. بهتره که دست تفره یک قسم قطع بدین و وقتی که ما همین استخوان کلن در مرز دید ما بود، استخوان بازو، بعد اکثرا به وسیله یک وسیلی دگی مرکز هم مشخص میکنن. وقتی که مرکز هم مشخص کردیم، نواره به همین چهار طرف از این پیج میدین و وقتی که پیچاندیم نگاه میکنیم که خود وقتی که با هم قطع خود به شماره چند قرار میگیره. بالفرض اگر بود 12.5 حالتی بود که تقریبا 11.5 تا 12.5 که هست زرد هست، به معنی حالت سوی تغذیه مم داره و رنگ سرخ کمتر از 11.5 هست اگه بود، یعنی سوی تغذیه شدید هست و کمتر از و بالاتر از 13.4 که میشه و سوی تغذیه نفر میگیم حالت نرمال به خود خوک هسته داره. و یک کلیپی هم هست میشه شما باز داخل یوتیوب میگذاریم کاملا یا به شما توضیح میدین از چگونگی اندازه‌گیری موک به شکل عملی کار میشه. شما اول این کاری که میکنیم میفهمیم که موک چی هست. یک یا چون باشه که یک سلاید هم داریم بس اصطلاحات حالت پی دی افیه، اصطلاحات مخففات بخش تغذیه تقریبا 45 تا لغات هست که در از او کاملا اصطلاحات به شما گفته شده. و پس موک یک نواره هست که چهار طرف بازو میگیرن و با استفاده از این سوی تغذیه تشخیص میدین. اگر کمتر از 11.5 شد نفر سوی تغذیه شدید داره و 11.5 تا 12.5 حالت مم یا متوسط و بیشتر از 12.5 این نفر نرمال داره که از طریق معمولا زیر اکسار معلوم میکنن. اشخاصی که ببخش معذرت میار موک از یک ساله تا به 59 هست، اما اطفالی که قد از اونا خیلی کوتاه نباشه از 67 سانتی 68 سانتی بلندتر باشه از 6 ماه نیز میتونیم ما استفاده کنیم. بسیار متوجه باشین میار استفاده از موک برای در اصل از یک ساله، یعنی از 12 ماه تا 59 ماه هست، 12 تا به 59 ماه. یک سال هست 60 ماه، خب از 59 گرفته 5 سال میشه 60 ماه و یعنی از 59 میگیریم زیر 5 سال شامل میشه. و اگر طفل موقتی و از 68 سانتی کوچکتر نبود و ما میتونیم از طفل خو از 5 ماه از 6 ماه الی 59 ماه امین موک استفاده کنیم. باز کمتر از 6 ماه بهتره که از یک روش دیگه هست به نام زید اسکور، از اون روش بتونیم استفاده کنیم و بالاتر از 5 سال یا همون 59 ماه
بهتره که باز از بی ام آی یا از دیگر روش هایی که بعدا میخونین روش های بعدی استفاده کنیم. خب دوستا، حالا شما فعلا سم و مم و انواع سی و تغذیه رو فهمیدین و همچنین موک چیست این هم فهمیدین. درس بعدی ما شما اسکرینگ هست، چه قسم یک شخص در محیط کلینیک ارزیابی کنیم و کدام معیارها استفاده کنیم. اینطور در کلیپ بعدی سعی میکنیم که شما نمو روش اندازه‌گیری موک نیز در تصویر داشته باشین، بیشتر جزئیات بیشتر بگیم و بعد سر اسکرینینگ و ارزیابی بس کنیم. موفق و معید باشیم. کلیپ های ما به شما در کانال یوتیوب و تلگرام هفته دو بار گذاشته میشه، هفته دو کلیپ گذاشته میشه که معمولا ما جمعه ها میگذارین و اشخاص که امتحان داریم حتمی با ادمین های ارتباط بشین، به شما راهنمایی میکنیم که انشالله که بتونیم از طبق راهنمای ما از امتحانی که هسته به شما مفید واقع شه و از امتحان به شما به امتحان کمک کنه. موفق و معید باشین. اوقات خوش.